جمهوری اسلامی انتخاب من نیست، نه به جمهوری اسلامی. انتخابات 1400 رو تبدیل بکنیم به رفراندوم نه به جمهوری اسلامی. نه به عشق مادران داغدار، نه به جمهوری اسلامی. برپایی کارزاری با محوریت شعار نه به جمهوری اسلامی، همصدایی گروه‌های مختلفی از ایرانیان خارج و داخل کشور علیه حکومت. با دو فعال سیاسی گفتگو می‌کنیم و از آنها می‌پرسیم که چطور می‌خواهند متحد شوند و چه جایگزینی برای حکومت فعلی پیشنهاد می‌کنند. همچنین در برنامه امشب در آستانه محاکمه دوباره نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی در ایران، وزیر خارجه پیشین بریتانیا از ارتباط پرونده او با بدهی تانک‌های چیفتن می‌گوید. جکسترو میهمان برنامه امشب است. افزایش فشار بر زندانیان سیاسی در ایران، یک فعال صنفی معلمان به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. محمد نوریزاد هم در اعتراض به وضعیتش خودزنی کرد. ای دختر بهار حسد میبرم به تو. کارزار زنان افغان علیه ممنوعیت آوازخوانی دختران در حضور مردان، وزارت معارف میگوید با تصمیم اداره کابل موافق نیست و موضوع را بررسی میکند. با مژگان عظیمی خواننده و نقاش افغان درباره محدودیت های زنان افغان گفتگو میکنیم. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. بیانیه نزدیک به 650 نفر از مخالفان جمهوری اسلامی از طیف‌های مختلف بحث‌های زیادی برانگیخته. مخالفانی که می‌گویند باید حول محور یک شعار متحد شد، نه به جمهوری اسلامی. این بیانیه را علاوه بر ده‌ها فعال سیاسی، شماری از چهره‌های شناخته شده فرهنگی، هنری و ورزشی هم امضا کردند، عمدتاً خارج از ایران. از شاهزاده رضا پهلوی گرفته تا آرامش دوستدار و شهبال شبره. هدف این بیانیه تشکیل جنبشی بزرگ و فراگیر ذکر شده برای پاک کردن ایران از به گفته آنها فقر و نکبت رژیم جمهوری اسلامی. ولی چطور؟ مخالفان حکومت از طیف‌های مختلفی هستند. مسیر چقدر برای اتحاد مخالفان و ایجاد چنین جنبشی هموار است؟ درباره جایگزین حکومت چه فکر کردند؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از فرین عاصمی. بیایید با پیوستن به کمپین نه به جمهوری اسلامی و نرفتن کمپین نه به جمهوری اسلامی، کمپینی که تا حالا بیش از 640 نفر از آن حمایت کردند و جمع‌آوری امضا همچنان ادامه دارد. نهی ما سرنگونی. حامیان این کمپین با امضای بیانیه‌ای خطاب به مردم ایران خواستند که نه به جمهوری اسلامی را محور همبستگی ملی قرار دهند. گسترش کارزار نه به جمهوری اسلامی در پیوند با دیگر حرکت‌های سیاسی و مدنی نوید بخش همسویی و همگرایی بیشتر مبارزات آزادی خواهانه و عدالت جویانه مردم ایران برای رهایی از حکومتی ضد بشری است. بیاییم خواست نه به جمهوری اسلامی را محور همبستگی ملی قرار دهیم تا با برپایی جنبشی بزرگ و فراگیر خاک ایران را برای همیشه از فقر و نکبت این رژیم سیاه و فاسد پاک کنیم. یکی از معروفترین امضا کنندگان این بیانیه شاهزاده رضا پهلوی است که با انتشار این عکس در توییتر حمایت خود را اعلام کرد. طیف گسترده و متفاوتی از هنرمندان مشهور از جمله داریوش اقبالی، فرامرز اصلانی و شهرام آذر این بیانیه را امضا کردند. بعضی از آنها ویدیویی هم در این باره منتشر کردند. می‌دونیم که عامل بدبختی ایران چیه و می‌دونیم که عامل سوختن سه نسل از ایرانی چیه و میدونیم چه چیزی باعث خواهد شد نسل‌های آینده اگر این روند ادامه پیدا کنه به همین سرنوشت دچار بشن. ما امروز کمترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که صدای اعتراض مردمی که داخل ایران هستن رو به گوش دنیا برسونیم و به تبعیض نبگیم، به بی‌عدالتی نبگیم، به سیاهی و تباهی نبگیم، به فساد نبگیم و نه به جمهوری اسلامی. و یا به این روش حمایتشان را اعلام کردند. در کمپین نه به جمهوری اسلامی، طیف متفاوت و گسترده‌ای از فعالان سیاسی و مدنی، نویسنده و ورزشکار کنار هم آمدند. تعدادی از آنها اسامی آشنایی هستند که پیش از این هم با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. این کمپین با استقبال تعدادی از کاربران در توییتر و اینستاگرام هم روبرو شد. بعضی با انتشار عکس یا ویدیو و نوشتن عبارت نه به جمهوری اسلامی بر روی کاغذ یا کف دستشان به این کمپین پیوستند.
این هم یک نمونه دیگر از ویدیوهایی که از این کمپین منتشر شده. جمهوری اسلامی انتخاب ما مردم ایران نیست. نه به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اعدامی. حامیان کمپین در یک نقطه مشترک هستند. خواست سرنگون شدن حکومت جمهوری اسلامی. روز 25 آبان ماه 1398 پویای من با خون خود همراه با دیگر جانباختگان میهن دفتر نه به جمهوری اسلامی را امضا کردم. روزی که جمهوری اسلامی جمجمه فرزند مرا متلاشی کرد در حق من ظلم و ستم روا داشت. من از جمهوری اسلامی عبور کردم. بسیاری از آنها میگویند در این مرحله تنها هدفشان همین است، اما کسانی هم هستند که همزمان به جایگزین حکومت کنونی ایران هم فکر میکنند. بخشی از منتقدان کمپین میگویند که معرفی نکردن جایگزین برای حکومت فعلی ممکن است موجب شکست آن شود. کمپین نه به جمهوری اسلامی چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران فعال شده. گروهی از تحلیلگران با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران و عملکرد دولت‌های قبلی پیش بینی می‌کنند که استقبال از این انتخابات زیاد نباشد. سرکوب گسترده معترضان در اعتراض‌های سراسری آبان 98، سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین با موشک‌های سپاه که به کشته شدن 176 سرنشین آن انجامید و سه روز انکار و پنهانکاری حکومت ایران در پیان، در کنار نحوه مدیریت بحران کرونا باعث شده فعالان سیاسی که برای تحریم انتخابات تبلیغ می‌کنند فعال‌تر و جدی‌تر شوند. فرین عاصمی، بی بی سی. امین صوفیا مهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی در دانشگاه ایندیانا از شهر بلومینگتون در ایالت ایندیانا آمریکا با ماست و همینطور مهدی عربشاهی، فعال سیاسی جمهوری‌خواه از واشنگتن. سال اول رو از آقای صوفیا مهر می‌پرسم. آقای صوفیا مهر، گفته میشه که باید حول یک شعار متحد شد، نه به جمهوری اسلامی. می‌دونیم که مخالفان جمهوری اسلامی از سلطنت طلبان داعشه هستند تا فدایان مجاهدین خلق. چقدر این اتحاد عملیه؟ ببینید، اتحاد لفظ درستی شاید نباشه. اون چیزی که ما بهش احتیاج داریم همبستگی که در این بیانیه کوتاه اومده و به درستی بر مفهوم همبستگی تکیه کرده تا اتحاد. اتحاد نه ممکنه نه مطلوب. طیف گسترده از مخالفان جمهوری اسلامی بهتر اینه که با هم همکاری کنن، حتی میتونن رقابت کنن در یک چارچوب تعریف شده بر سر یک سری اصول مشترک. به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اصولاً بر اصولی استواره که با تداوم اون تداوم ایران به خطر میفته. 68% از آبهای زیرزمینی ایران برای همیشه از میان رفته و ایران در آستانه تبدیل شدن به بیابان غیرقابل زیسته. سالانه 30,000 نفر در تصادفات جاده‌ای کشته میشن. بیش از 3 میلیون نفر معتاد، بنا به آمار رسمی معتاد به مواد مخدر داریم. بیش از 20 میلیون حاشیه نشین داریم. بیش از 8 میلیون نفر مجبور به مهاجرت شدن به دلیل سیاست‌های اشتباه جمهوری اسلامی. شاخص‌های آلودگی هوا که متأسفانه شهروندان هر روز سم تنفس میکنن بسیار بسیار بالاست. و مهمتر از اون، این چیزی که جمهوری اسلامی میگه که ما هیچی نداریم در عوض امنیت داریم، اتفاقا بسیار بسیار اشتباه و دروغه. چرا که جمهوری اسلامی به دلیل سیاست‌های تهاجمیش نه نیروی هوایی داره، نه نیروی دریایی، و نه اینکه میتونه این نیروی دریایی و نیروی هوایی رو بازسازی کنه. بنابراین امنیت ایران هم در خطره. بنابراین هزینه تداوم جمهوری اسلامی از هزینه برانداختن جمهوری اسلامی بسیار بسیار بیشتر. آقای عربشاهی، شما چی فکر میکنید؟ قبلا هم حرکت‌هایی بوده برای اینکه نوعی همبستگی ایجاد کنند، تشکل‌های متعدد بوده. چقدر این بار ممکنه که یک هماهنگی و همبستگی ایجاد بشه؟ بله، ببینید، زمانی که من در واقع این متن رو امضا می‌کردم می‌دونستم که این متن قرار هست به امضای طیف متنوع و گسترده‌ای از مخالفان حکومت برسه. ممکنه بخشی از اونها کسانی هستن که شبیه من خودشون رو جمهوری‌خواه تعریف می‌کنن و مدل مطلوبشون برای آینده ایران یک جمهوری سکولار و دموکرات هست، و بخش‌های دیگری که نظرات متفاوت دارن. نکته این متن ولی دقیقاً همین هست که این متن یک متن فراجریانی و فراحزبی هست. یعنی هیچ کدوم از این جریان‌ها و حزب‌ها و گروه‌ها
گروه‌ها و گرایش‌های مختلف سیاسی سعی نکردن و امیدواریم در آینده هم سعی نکنن که این رو مصادره بکنن، به اسم خودشون بزنن، و برای شاید اولین بار هست که طیف متنوع در کنار هم قرار می‌گیرن و با هم دیگه در واقع یک حرف رو می‌زنن و بر سر یه متن و یه حرف دارن با هم دیگه همراه میشن. من فکر می‌کنم به هر حال ما در طول این 42 سال شاید از سال 96 به بعد اولین بار هست که جریاناتی که خواهان تغییرات اساسی هستن، خواهان عبور از جمهوری اسلامی هستن، اکثریت رو در بین مردم پیدا کردن. اگر دهه‌های اول مردم بیشتر حامیان حکومت بودن و اگر دهه‌های سوم و چهارم بیشتر گفتمان اصلاح نظام بود که در بین مردم طرفدار داشت، الان من فکر می‌کنم اولین باری است که تقاضا برای تغییر حکومت و شرایطی آماده شده که در واقع این حرف حرفی هستش که از درون جامعه ایران جوشیده و بیرون اومده. اگر دقت کنیم ما در پاسخ به حرکت‌هایی که در داخل شده این متن رو امضا کردیم. بسیار خب، هر دوی آقایون میگن نه به جمهوری اسلامی، معناش براندازیه، غیر از این بعیده که باشه. چطور آقای صوفی عامر؟ چطور؟ ببینید، گفتن که فیل رو میشه خورد به شرطی که ما قطعش کنیم. فیل براندازی و یا عبور از جمهوری اسلامی رو میشه خورد، اما به شرط اینکه ما هدفهای کوچک و هدفمند و زمانمند داشته باشیم و برای هر کدوم برنامه ریزی کنیم. خب اولویت شما چی اگه اولویت سنجی بکنید؟ یعنی از نظر شما اولین کاری که باید انجام بشه چیه؟ بعد از وقایع به اصطلاح 96 و به اصطلاح اینکه جمهوری اسلامی دیگه روی ریای خلق و یک سو نهاده و بعد شمشیر رو از رو برکشیده، اولین قدم اینه که ما تحریم انتخابات کنیم بدون اینکه مستقیم وارد جر و بحث با کسانی بشیم که خواهان شرکت در انتخاباتن. به نظر من نه به جمهوری اسلامی این تناقض رو حل میکنه که بدون درگیر شدن در بحث هایی که میتونه تنور انتخابات رو داغ کنه، به اصطلاح جمهوری اسلامی رو از ریشه اعتبار زدایی کنه بیشتر. پس اولین کار از نظر شما که باید انجام بشه نه به انتخابات، تحریم انتخابات. آیه عربشاهی شما چی فکر میکنید؟ ببینید، به هر حال این که نه به ساختار فعلی وقتی گفته میشه، این یک حرف ساده نیست، این در واقع یک جهتگیری کلان هست، به این معنا که قراره که مبنای سیاست ورزی، مبنای کنش اجتماعی و مدنی ما و اون کسانی که در واقع از این ایده حمایت می‌کنند. آره، این درست، ولی اگر شما بخواید برای عملی کردن ایده نه به جمهوری اسلامی که تغییر رژیم معنای غیر از اون نداره، اولویت رو بسنجید، چیکار می‌کنید؟ ببین، به هر حال دو تا گام در پیش خواهد داشت. گام بعدی در واقع نفی مشارکت در فرایندهای درون ساختاری است. همونطور که دوست عزیزمون گفتن، در واقع در قدم اول قرار هست که ما دیگه وارد بازی‌های درون حاکمیت نشیم، وارد بازی انتخابات نشیم، انتخابات تحریم بشه، تحریم فعال بشه از طرف مردم. گام بعدی به هر حال تغییرات کلان سیاسی در کشورهای مختلف و در کشور خودمون هم در گذشته نگاه می‌کنیم، همیشه مسیرش از دل مبارزه منفی و مقاومت مدنی گذشته. طبیعتاً برای آینده ایران هم مسیری جز این نخواهد داشت که بره به سمت اعتراضات مردمی، بره به سمت اعتصابات عمومی، و فکر می‌کنم به هر حال این مسیری هست که آغاز شده و در آینده در واقع روز به روز با اقبال بیشتری هم روبرو خواهد شد. خب آقای عربشاهی، شما میگید با تحریم انتخابات شروع میشه، میره به سمت مبارزات مدنی. آقای صوفی عامر، همین مورد نظر شما هم هست؟ ببین، نبرد نهایی ما رو به اصطلاح قدرت مایچه در خیابان‌های ایران با تکیه بر درایت سیاسی رقم میزنه. تمام این کارزارهای مجازی و رسانه‌ای اگر که در راستای این به اصطلاح پایین کشیدن هیولای جمهوری اسلامی نباشه، به اصطلاح نتیجه نخواهد داشت. ببین، هر گروه سیاسی باید یک لیستی از کارها و ضرورات و ملزومات رو برای خودشون فراهم کنن، صندوق مالی داشته باشن، ارتباط رسانه‌ای داشته باشن، نفوذ دانشگاهی داشته باشن، لابیگری داشته باشن، نفوذ در نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی داشته باشن که این نظام سرکوب رو مختل بکنن. و بخشی از این تشکلی که شما بهش اشاره کردید رو مثلا سازمانی مثل مجاهدین خلق داره، مثلا کمک جمع میکنن، نفوذ دارن، نفوذی دارن. آیا شما حاضرید که با اونها این همبستگی که ازش حرف میزنید رو ایجاد بکنید در راستای تغییر حکومت در ایران؟ البته من بحثم در سطح استراتژیک بود، نه ایدئولوژیک. هر استراتژیک در سطح استراتژیک. الان شما در سطح استراتژیک حاضرید با کسی مثلا مریم رجوی کار کنید؟ من نگفتم کار بکنیم، ما گفتم که هر گروهی به صورت
موازی و مجزا میتونه این پروژه رو به پیش ببره. البته نباید چوب لای چرخ هم دیگه بشه، کار هم دیگه رو مختل بکنن. اینکه همکاری بکنیم یا همکاری نکنیم به نظرم یه سوالیه که نمیتونه چندان مسئله رو روشن بکنه. اما هر گروهی به موازات خودش میتونه یک پروژه مشترکی در راستای پایین کشیدن جمهوری اسلامی برای خودش تعریف بکنه. آقای عربشاهی، خیلی از هواداران سلطنت حرفشون اینه که این مبارزه در صورتی عملیه که رهبری داشته باشه، رهبریش هم از همین الان مشخصه، شاهزاده رضا پهلوی. شما با این همراهید؟ به هر حال ما این اتفاقی که افتاده در واقع این بیانیه روی اون وجه سلبی همبستگی رو قرار داده که جمهوری اسلامی باید برود. حتی در وجه ایجابی هم هست، یعنی من فکر می‌کنم همه اون کسان که در این مطلب رو امضا کردن و همه کسانی که این حرف رو میزنن حداقل در کلام برای آینده ایران شکلی از دموکراسی رو میخوان، ولی طبیعتاً ممکنه که مدل‌های مختلفی رو برای دموکراسی مناسب بدونن، برخی مثل من مدل جمهوری سکولار و برخی مدل‌های دیگر رو. ولی من فکر می‌کنم که باید اتفاقاً این تکثر درونی مخالفان رو هم دید. چرا؟ این که این تکثر درونی مخالفان بازتابی از واقعیت جامعه ما هست. ما جامعه ما یک تجربه داشته که قبلا اتفاقی افتاده، یک اتفاقی مثل انقلاب افتاده و یه جریان اومده همه جریان‌های دیگر رو حذف کرده. آقای عرفشاهی، تکثر رو همه ازش دفاع میکنن، ولی وقتی روی مصداق میاد خیلی سخت میشه. همین الان آقای صوفی‌عامر حاضر نشدن که خیلی علنی و خیلی روشن بگن که مثلا دایره همکاری شامل اعضای مجاهدین خلق هم میشه. درست. نه، من بحثم تکثر هست. تکثر نیروهای اپوزیسیون اگر ببینیم، به هر حال ما مدل هایی رو داشتیم که الان مثلا شما بگید آقا رهبر مثلا انقلاب های عربی مثلا در تونس چه کسی بوده، رهبر مثلا انقلاب مشروطه در ایران چه کسی، یعنی فرد نبوده، جریانی و مجموعه ای از افراد و چهره های مختلف بودن که این جریان ها رو جلو بردن. و من فکر می کنم در آینده ایران تحولی هم اگر بخواد رخ بده، این تحول اون تکثر درونی مردم رو در رهبری خودش هم بازتاب خواهد داشت. خب آقای صوفی‌عامر، گیریم این که جمهوری اسلامی دووم نیاره، چی میخواید؟ جایگزین چیه؟ ببینیم، وقتی که این پرسش مطرح میشه بسیاری ناآگاهانه این پیشورز در ذهنشون نقش میبنده که آلترناتیو یعنی خمینی، و اگر که مخالفان خمینی ندارن پس بنابراین آلترناتیو ندارن. بلا به دور، ما خمینی نداریم ولی آلترناتیو داریم. آلترناتیو ما جایگزین کردن یک نظام مبتنی بر حکومت قانون، نظام شهروندی که حداقل دشمن خارجی رو برای آقای ایران. آقای صوفی‌عامر، این خیلی کلیه. شما هر کسی رو اگر بگید ممکنه که بگه ما دموکراسی می‌خوایم. حتی بشار اسد هم میگه ما دموکراسی می‌خوایم، حکومت مردم می‌خوایم. جمهوری اسلامی هم ادعاش اینه که ما عین دموکراسی رو داریم پیاده می‌کنیم. رژیم کره شمالی هم این حرفو میزنه. ولی وقتی پای عمل در میانه، ولی مصداق هست، وقتی بخواید روشن از یک آلترناتیو صحبت بکنید، از چی صحبت می‌کنید؟ ببین، ما قرار نیست که اگر که همه این افراد ادعا میکنن، خب به هر حال یا یکی ادعاش درسته یا نادرسته، ما قرار نیست چرخو از دوباره اختراع بکنیم. اون بر اساس تجربیات بشری و تجربیات تاریخی ما یک اصول کلی رو برای اون تعیین میکنیم. اینکه چه شکل و زاویه‌ای پیدا بکنه این اصول کلی، اون روابط نیروهاست در پس از دوران براندازی مشخص بود. ما هنوز نمیدونیم توازن قوا بعد از براندازی به چه گونه است. اون توازن قوا بعد از جمهوری اسلامی که میتونه این مسائل رو روشن کنه، ولی ما میتونیم بر یک سری اصول کلی توافق بکنیم و اینکه بگیم حکومت قانون رو ارزش بنهیم، حقوق شهروندی رو ارزش بنهیم، امنیت ایران، تمامیت ارضی ایران رو ارزش بنهیم. چون که وقتی که امنیت نباشه سرمایه گذاری خارجی نیست، به اصطلاح دموکراسی نیست و آزادی نیست. آقای عربشاهی، شما هم حرفتون اینه که جمهوری اسلامی تموم بشه بره، بعد حالا فکری میکنیم؟ نه، ببینید، من اتفاقا معتقد به این نیستم که بحث‌های ایجابی رو ما تعطیل بکنیم. ما اتفاقا باید بحث‌های ایجابی داشته باشیم. یعنی اینجور نمی‌شود که مثلا ما اینها رو به کناری بذاریم تا فردایی که حالا اگر اتفاق بیفته تازه بخوایم از صفر شروع کنیم. این بحث‌های ایجابی باید باشد، ولی ما در کنش حداقل، یعنی در اون بخش سلبی میتونیم کنار هم بایستیم. حالا این کنار هم ایستادن میتونه که در واقع ارتباطات رو در رو باشه، میتونه در واقع به قول آقای صوفی‌عامر پروژه‌های مختلف خودمون رو بریم جلو، ولی با یک جهت‌گیری. اما قطعاً باید بحث‌های ایجابی خودمون رو هم داشته باشیم. خوشبختانه بخش بسیار بزرگی از مخالفان در بخش ایجابی از مدل‌های دموکراتیک دفاع می‌کنن و حالا با شکل‌های مختلف که من داشت شخصاً جمهوری سکولار رو دارای قابلیت بیشتری برای تحقق خواسته‌های ملت می‌دونم.
آی سوفیا مهر، بعضی میگن که اتفاقا جمهوری اسلامی گردنه رو رد کرده، سیاست فشار حداکثری ترامپ به نتیجه نرسیده، دولت جدیدی که در آمریکا از حرف از نرمش میزنه، در داخل هم اعتراض ها تا حد زیادی سرکوب شده. چی شده که انقدر یک عده‌ای حرف اونهاست، امیدوار شدن به این که ممکنه جمهوری اسلامی آینده نداشته باشه؟ جمهوری اسلامی آینده نه اینکه خودش نداره، بلکه آینده ایران برای ایران قابل تصور نیست تحت حاکمیت جمهوری اسلامی. در صورت تداوم جمهوری اسلامی چیزی از ایران باقی نمیمونه و این بینشه، و این بینش عمومی شدن این بینشه که ما رو به این نتیجه رسونده که در پیش از این بسا این نبه جمهوری اسلامی یک پیام جدیدی نیست. از همون فردای استقرار جمهوری اسلامی این نبه جمهوری اسلامی ظهور کرد، اما الان نبه جمهوری اسلامی دارای یک نیروی میدانی و خیابانیه که حاضرن برای رسیدن به آرمان جان فشانی کنن. تفاوت بر اینه، ببینید شما وقتی که 10 سال یا 5 سال قبل از فروپاشی شوروی رو نگاه کنید، تحلیلگران عموما همین حرف رو میزدن، بحران داره، مشکل داره، بله خب ابرقدرت و هیچ نشانه ای از سقوطش نیست، اما دیدیم که سقوط کرد. ببین نباید فریب این هیبت محتشم و بزرگ و ترسناک این حکومت‌های تمامیت خواه خود تا 15 دقیقه این نظام‌ها خیلی خوب به نظر می‌رسند، ولی یک بار فرو می‌ریزند. جمهوری اسلامی هم سرنوشتی کما بیش مثل شوروی سابق خواهد داشت. آقای عربشاهی، من کلیپی رو از شهبال شبپره می‌دیدم، می‌گفت که من 42 ساله دارم میگم نه به جمهوری اسلامی. همینو عده‌ای از مخالفان موافقان جمهوری اسلامی بهش استناد می‌کردند که تمام این سال هاست که عده‌ای میگن امروز و فردا جمهوری اسلامی میره، ولی همچنان سر جاش. اتفاقا حالا این نکته جالبی هستش، بله بخشی از نیروها از ابتدا این ایده داشتن، ولی من خودم شخصی هم که اتفاقا این گونه نیستم. من دنبال تغییرات بودم از روز اولی که وارد عرصه سیاسی شدم، اما واقعیت این است که برای اینکه بشه در واقع راه‌های کم هزینه‌تر را رفت، بارها و بارها به سمت ایده های اصلاح طلبانه رفتم، از اون ایده ها دفاع کردم، اما به هم در عمل ثابت شد که جمهوری اسلامی یک ساختار حکومتی است که قابل اصلاح نیست و تنها راهش این است که در واقع بره. و به همین جهت من میگم یک نگاه، یک ایمان قلبی و یک آگاهی درونی هم دارم که حکومت‌هایی که ظلم می‌کنن دیر یا زود خواهند رفت. حالا این اتفاق ممکنه انقدر ساده این فروپاشی رخ بده که در فردای اون همه از هم بپرسن که اگر انقدر ساده بود چرا زودتر نتونسته بودیم این کارو انجام بدیم. به این موضوع من شخصا ایمان قلبی دارم. آقای سوفیا مهر، اگر کار به حمله خارجی برسه هم شما همچنان معتقدید که باید انجام بشه؟ البته این پرسش شما پرسش فرضیه‌ایه و من پاسخ برای این ندارم، ولی اگر که حمله نظامی صورت بگیره، من میدونم بنا به سرشت جمهوری اسلامی علت العلل همه این بحران‌ها از جمله حمله خارجی جمهوری اسلامی خواهد بود. آقای عربشاهی، شما هم خواهان تغییر حتی به قیمت حمله نظامی خارجی به ایران هستید؟ نه، ما در واقع از دل جریانی میایم که همیشه از نه به جنگ و نه به تحریم ها هم حتی صحبت کرده، اون بخشی از تحریم ها که فشارش روی دوش مردم است. معتقدیم بار اصلی تغییرات بر دوش مردم در داخل ایران خواهد بود و نیروهای خارجی نه تنها این کار رو نخواهند کرد، بلکه در واقع مطلوب هم نیست که بخواد مداخله بکنه. ممنونم از مهدی عربشاهی، فعال سیاسی جمهوری خواه از واشنگتن، و همینطور امین سوفیا مهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی دانشگاه ایندیانا. جک استرو، وزیر خارجه پیشین بریتانیا، در مصاحبه با رادیوی 4 بی بی سی گفته 3 نماینده ایران که 8 سال پیش برای مذاکره درباره طلب تانکای چیفتن به لندن آمده بودند، در فرودگاه بازداشت و بعد از 3 روز اخراج شدند. آقای استرو این کار دولت بریتانیا را شرم‌آور خوانده. او این سخنان را در ارتباط با وضعیت نازنین زاغری رتکلیف، شهروند دو تابعیتی، مطرح کرده که بعد از پایان 5 سال حبس در ایران قرار است فردا به اتهامی تازه دوباره محاکمه شود. ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری، پیشتر گفته بود که آزادی او در گروه پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا به ایران بابت لغو فروش تانکای چیفتن بعد از انقلاب سال 57 است. آقای استرو میگوید این ماجرا بیش از اندازه طول کشیده و طلب ایران باید زودتر پرداخت میشد. جک استرو، وزیر خارجه سابق بریتانیا، از لندن با ما هستند. آقای استرو نویسنده چندین کتاب هستند، از جمله کتابی درباره روابط ایران و بریتانیا با نام کار انگلیسی است که در همین زمینه هم ما گفتگویی با آقای استرو داشتیم. آقای استرو، شما دو طرف میگن که مقام های رسمی، هم ایران هم بریتانیا، میگن که موضوع طلب
یا اختلاف حساب مالی ایران و بریتانیا ارتباط روشن و مشخصی به پرونده خانم زاغری نداره. شما چه دلایلی دارید که اینها به هم مرتبط؟ برای که تمام نشانه های خصوصی که من داشتم حاکی از این هستش که این دو موضوع با هم ارتباط تنگاتنگ دارند. آزادی نازنین زاغری و بازگشتش به بریتانیا ممکن خواهد شد اگر طلب ایران بهش پرداخت بشه. من الان روبروی خودم یک گزارشی رو دارم، گزارشی از دفتر ریاست جمهوری ایران از طرف آقای روحانی در 10 مارس بعد از صحبتی که با نخست وزیر بریتانیا داشت آقای بوریس جانسون. در این گزارش دفتر ریاست جمهوری ایران راجب بدهی های بریتانیا به ایران صحبت شده و من نقل میکنم. در این گزارش گفته شده که بیشک تصویه حساب این مناقشه مالی میتواند راه را برای مرتفع کردن مشکلات دیگر حل بکنند. حتی همه ما میدونیم بقیه مسائل چی هست، دقیقا همون پرونده نازنین زاغری هست و آزادی او. بله، ما این رو میدونیم که در قانون اساسی ایران هم قوه قضاییه مخصوصا دادگاه‌های انقلاب کاملا خارج از حوزه و نفوذ دولت منتخب هستند و مستقیما پاسخگو هستند به رهبر ایران. بنابراین من شکی ندارم که این دو موضوعی که شما گفتین به هم ارتباط دارند و مقامات رسما این رو اعلام نمی کنند، برای اینکه اگر رسما اعلام بکنن به این معنی هستش که خانم نازنین زاغری گروگان هست. اما روی دیگر این سکه این هست که این پول باید به ایران پرداخت بشه، باید خیلی وقت پیش پرداخت میشه. آقای استرا، شما منتقد دولت فعلی هستید، میگید که باید این پرونده رو حل و فصل میکردن. زمانی که شما خودتون وزیر خارجه بودید چه کاری شد برای اینکه این پرونده اختلاف حساب حل بشه؟ من اجازه بدین بگم منتقد دولت فعلی نیستم، من در یه حزب دیگه هستم، اما یه ذره انتقاد دارم به نحوه مدیریت این پرونده. اگر شما دارین از من میپرسین که چرا من موقعی که سالها پیش وزیر خارجه بودم چرا مسئله رو حل نکردیم، بله به شما میگم که کاش بله مسئله رو حل میکردیم. ولی وقتی من داشتم همون راجبه کتابی که نوشتم، همچون کار انگلیس هاست، تحقیق میکردم، خواستم که تمام اسناد و مدارک موجود رو ببینم و متوجه شدم که خیلی از اسناد و مدارک خیلی اطلاعات محدودی رو نشون میدادن. ولی خب اذعان میکنم که من باید بیشتر تفحص میکردم که ببینم اسناد و مدارک چی هستن. موقع من گفتن که اینا در یک پرونده در جریانه، بله من باید با هوشیاری بیشتر سعی میکردم که دقیق می‌شدم تو اسناد مدارکی که وجود داشت. حالا همه اونها گذشته و الان در این نقطه که الان اینجا هستیم، دولت بریتانیا قبول کرده باید بدهیش رو به ایران بده. مشکل این هستش که الان تحریم‌هایی که آمریکا علیه ایران اعمال کرده، تحریم‌هایی که همه اروپایی‌ها هم گفتن غیر قابل قبول هست، مخصوصا تحریم‌های ثانوی آمریکا علیه ایران دارن اعمال میشن و حتی هنوز هم که جو بایدن اومده در آمریکا رئیس جمهور شده این تحریم ها لغو نشدن. بنابراین اینا همه مشکل درست کرده و اینو ربط داده به بحث احیای برجام و مذاکراتی که وجود داره. هر وقت که تحریم های آمریکا لغو بشن و برجام احیا بشه، موقع باز پرداخت بدهی بریتانیا علاوه فنی راحت تر میشه به ایران. اون موقع ها میگفتن که قبلا جان کری یه هواپیمایی رو پر از پول کرده و به ایران فرستاده، شاید ما هم بتونیم همون کارو بکنیم اگه واقعا این قضیه واقعیت داشت، اما اوضاع فرق میکنه، ما نمیتونیم کارو به عنوان بریتانیا انجام بدیم. ولی متاسفانه باید بگم که در آمریکا خزانه داری دولت آمریکا که جزی از هیئت حاکمه آمریکا هستش، واقعا براشون لغو تحریم ها بسیار مشکل هستش. بسیار وقتی بخوان رابطه رو بهتر بکنن به هر حال اونا مانع هستن. آقای اسرا، شما میگید، بسیاری از افراد دیگه هم میگن که نازنین زاغری یک زن، یک مادر، یک همسر در ایران گروگانه.
دولت بریتانیا هم بالاخره توافق پذیرفته که بدهی خودش رو به ایران بده. آیا هیچ سازوکار دیگه ای نیست؟ هیچ راه دیگه ای نیست که نازنین زاغری رو آزاد بکنن؟ یک طور دیگر با هم دیگه اختلاف های حسابشون رو حل کنند؟ ببینید دوران محکومیت نازنین زاغری به پایان رسیده. هیچ کی باور نمیکنه اون اتهامی که بهش وارد کردن که جاسوس بوده و به همین اتهام انداختن زندان. خب اون اتهام غیر قابل قبولی بوده، واقعا جاسوس نبوده، او یک شهروندی بوده که میره ایران خانواده‌شو ببینه و بعد میندازن زندان برای 5 سال. این مجازات خیلی بدی است. بگذاریم، به هر حال این 5 سال رو گذرونده، دوره محکومیتش پایان پیدا کرده. سوال اینجاست که آیا میتونه پاسپورتشو بگیره و برگرده به بریتانیا یا نه؟ اما فردا باید بره به جلسه دادگاه که سری اتهامات جدید رو پاسخگو باشه، که اطلاعات سپاه دوباره اینا رو اتهامات رو عرضه کردن به دادگاه انقلاب. و من فکر کنم تنها دلیل اینکه این کارو کردن این هستش که دارن سعی میکنه یک تلاش اوریان رو به خرج بدن تا فشار بذارن بر بریتانیا برای همون بحث باز پرداخت بدهی ها. برای من این قابل قبول نیست، ولی خب درک میکنن که چرا این کارو کردن. ممنونم از جک استرو، وزیر خارجه سابق بریتانیا. در ایران ستاد مقابله با کرونا از شناسایی ویروس جهش یافته در 28 استان خبر داده. با این حال بسیاری راهی سفرهای نوروزی شدند. واکسیناسیون هم به کندی پیش می‌رود. در این شرایط جمعی از فعالان مدنی و کادر درمان با راه اندازی کارزاری آنلاین خواستار اقدام قاطع دولت برای ممنوع کردن سفرهای نوروزی و سرعت بخشیدن به واکسیناسیون شدند. فرنوش امیرشاهی گزارش می‌دهد. بازار شب عید زیر سایه همه‌گیری کرونا. مردمی که ظاهراً از محدودیت‌های کرونا خسته شدند یا مشغول خرید و گشت و گذارند یا قصد دارند به جاده‌ها بزنند. بلیت قطار هیچ ظرفیت خالی وجود نداره. مسیرهای مشهد، مسیر بندرعباس، مسیرهایی که پرترددن، اصلاً بلیت خالی وجود نداره. ستاد ملی مبارزه با کرونا سفر به مناطق قرمز و نارنجی با ماشین شخصی و پلاک غیر بومی را ممنوع کرده، اما سفر با قطار، اتوبوس و هواپیما آزاد است، البته به شرط داشتن گواهی تست منفی کرونا. بقیه شهرستان‌ها و شهرها سفر آزاده، اما در کنار این باز توصیه این است حد الامکان واقعا اگر کسانی فکر می‌کنند که قدرت رعایت ندارن یا شرایط رعایت رو ندارن، به حال باید خودشون ملاحظه داشته باشن. کمتر از یک هفته تا نوروز، هنوز درباره فهرست شهرهای سفر ممنوع و اصل مسافرت‌های نوروزی تصمیم گیری نشده و مردم بلا تکلیفند، اما ظاهراً تشویق به سفر غیر مجاز است. کمیته امنیتی اجتماعی و کمیته تبلیغات ستاد ملی کرونا اینه که تبلیغ برای سفر ممنوعه. خب و ما ممنونیم صدا و سیما و سایر رسانه هم این رویه رو گرفتن، یعنی ما تشویق نمی کنیم به سفر. این سردرگمی ها در شرایطی است که به گفته سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا ویروس جهش یافته در 28 استان ایران چرخیده و هنوز هم خبری از واکسیناسیون عمومی نیست. سرجم 1,000,000 و حدودا 260,000 واکسن دست ما رسیده. مشخص نیست که تا حالا چند نفر از مردم ایران واکسن زدند. مقام های بهداشت و درمان وعده دادند که از اواخر بهار واکسیناسیون عمومی را شروع کنند. با این چشمانداز نگرانی هایی از شروع موج چهارم کرونا ایجاد شده، ولی مقامات همچنان به توصیه اکتفا می کنند. عید دیدنی باز هم با ماسک، عید دیدنی، عید دیدنی بدون روبوسی، عید دیدنی بدون دست دادنی. شلوغی بازارهای شب عید نشان می‌دهد که این توصیه ها خیلی خریداری ندارد. کادر درمان بیمارستان ها هشدار می‌دهند که نتیجه رفت آمدهای نوروزی و کندی روند واکسیناسیون در ایران تا 3 هفته بعد از تعطیلات عید مشخص می‌شود. اتفاقی که معلوم نیست با توجه به گستردگی میزان سرایت نوع جدید ویروس کرونا این بار چه تعداد از خانواده های ایرانی را گرفتار و عزادار کند. فنوش امیرشاهی، بی بی سی.
محمد جواد امان میکروبیولوژیست و پژوهشگر بیماری‌های عفونی از مریلند آمریکا با ما هستند. آقای دکتر، میشه به پیشگیری امید داشت در حالی که آقای روحانی میگه عید دیدنی با ماسک بدون روبوسی مثلا، بدون دست دادن؟ ببینید، وقتی که شما حتی یه مؤسسه کوچیک رو مدیریت میکنید، مسئله ای که پیام و دستورالعمل‌هایی که میدین خیلی روشن و شفاف باشه اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. خیلی وقتا مدیران به دلیل اینکه میخواد موقعیت شغلیشون رو ترجیح میدن برای اینکه یک پیامی بدن که بعداً پای خودشون رو بگیره، یه مقدار دوچار دو پهلو صحبت کردن. اینم آقای امان خیلی به نظر شفاف میاد، برید عید دیدنی ولی بدون روبوسی، با ماسک، بدون دست دادن. بله، خب این حرف رو بعد از طرف دیگه میگن که ما جلوی سفر رو نمیگیریم ولی تبلیغ نکنید. یعنی اینها همه یه مقدار دو پهلو صحبت کردنه. وقتی که ما با یک شرایط مثل الان رو برو هستیم که به خصوص در ایران الان ما در یه اوج هستیم، دوباره روزی حدود 8000 نفر دارن مریض میشن. این باید ما به تجربه یک سال گذشته کشورهای غربی که تو این فاصله چند تا جشنهای ملی داشتن مثلا کریسمس و سال نو نگاه بکنیم که تمام این کشورها وقتی که بعد از این دوره که سفرهای زیادی انجام میشد هوش کریسمس و سال نو، تعداد موارد بیماری فوق العاده بالا رفت و زمان طولانی هم کشید تا اینکه دوباره اون از اون اوج به یک مقدار عددهای پایین تری برسن. در نتیجه این مسئله فوق العاده الان مهمه برای ایران، به خصوص که ما هرچی بیشتر فرصت بدیم به ویروس امکان اینکه موتاسیون بکنه و این واریانت های جدیدی از خودش ایجاد بکنه که شاید بعدن حتی واکسنمون نتونه روش کار بکنه یا به اندازه کافی موفق نباشه هست. بله. شما وقتی که با مردم صحبت میکنید، باید اگر میخواهید که مردم دندون روی جگر بذارن، باید خیلی به صراحت بگین که باید دندون روی جگر بذارن. بله. ولی این باید همراه باشه با یه امیدی. الان با وجود واکسن این امید وجود داره. اگر که یک برنامه مشخصی باشه و مردم واقعا با اطمینان بدونن که در عرض 2 ماه 3 ماه آینده ایران به اندازه کافی میتونه واکسن تهیه بکنه، چه تولید داخلی باشه چه از طریق وارد کردن، ببینن که ایران فعالانه داره سعی میکنه این واکسن ها را از کشورهای مختلف جهان بگیره، اون وقتی امیدی دارن. آقای امان، همین الان مثلا در کشوری مثل بریتانیا که جمعیتش کمتر از ایران هم هست، بالای 20 میلیون نفر، 20 و چند میلیون نفر واکسن زدن، هنوز اینا قرنطینه سفت و سخت رو بر نداشتن، مقررات بسیار سخته. به ویروس جهشیافته اشاره کردید، سویه های جدید، با این دستورالعمل هایی که در ایران دیده میشه، میشه اصلا جلوی موج چهارم رو گرفت؟ فکر نمی کنم. من فکر میکنم که بعد از عید با اطمینان تقریبا میشه گفتش که یک اوج خیلی بزرگی، شاید بزرگتر از تمام اوجهای سابق در پیش داشته باشیم و متاسفانه اگر که جلوی این سفرهای وسیع، به خصوص اتفاقا توی سفرهایی که جمعیت بزرگتری رو در بر میگیره، سفرهایی که یه نفر با ماشین شخصیش میکنه کم خطرتر از سفرهایی که از طریق اتوبوس یا قطار انجام میشه و این سفرها میتونه و بعدش هم ویروس رو از یک شهری به شهر دیگه میتونه منتقل بکنه. اون کسایی که مقصد این سفرها هستن، مردم اون شهرها در واقع نوعی قربانی این خواست همگیری میشن که میخوان در طول عید سفر بکنن. این رو با این پیام های جست گریخته و دو پهلو سردرگمی بیشتر ایجاد میکنه به نظر من و باعث میشه که ما یه موج جدید خیلی بزرگی داشته باشیم. خطر بزرگی هم هست که حتی میتونه واریانت های جدیدی که تا حالا حتی نمیشناسیم به وجود بیاد، در اصل چون ویروس فرصت تکثیر پیدا میکنه و تو اون تکثیر که اشتباه میکنه، بعضی از اون اشتباه ها به واریانت های جدیدی منجر میشه که میتونه خطرناکتر باشه. ممنونم از محمد جواد امان، میکروبیولوژیست و پژوهشگر بیماری های عفونی در مریلند آمریکا. در روزهای اخیر فشار بر زندانیان سیاسی در ایران شدت گرفته. محمد نوریزاد در اعتراض به وضعیت خودش خودزنی کرده و گفته که اعتصاب قضا و دارو را ادامه خواهد داد و اعتصاب قضا و اعتصاب دارو خواهد کرد.
بعضی از فعالان صنفی هم امروز از زندان اوین تهران به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند. پیشتر سپیده قلیان و مریم اکبری منفرد هم به ترتیب به زندان‌های بوشهر و سمنان تبعید شدند. پرهام قبادی در گزارشش با همسران اسماعیل عبدی و محمد نوریزاد صحبت کرده. چهره زندانیان سیاسی در ایران. یکی کلافه از وضعیتش خودزنی می کند. برخی دیگر تبعید شدند. به ناگهان و بدون ارائه دلیل. می گویند زندانیان زن سیاسی در شرایط نامناسب نگهداری می شوند. در روزهای اخیر فشار بر زندانیان سیاسی بیشتر شده. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، امروز از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. آقای عبدی از سال 94 در زندان است. سه روز پیش سپید قلیان، فعال کارگری، از اوین به زندان بوشهر منتقل شد. او درخواست انتقال به زندان سپیدار اهواز را داشت تا خانواده‌اش که ساکن دسفول هستند راحت تر بتوانند به ملاقات او بیایند. بوشهر اما 600 کیلومتر با دسفول فاصله دارد. 7.5 ساعت رانندگی. 4 روز پیش هم مریم اکبری منفرد که بیش از 12 سال است بدون مرخصی زندانی است، از اوین به زندان سمنان تبعید شد. همسر آقای عبدی به ما میگوید از وضعیت همسرش بعد از تبعید بی اطلاع است. امروز صبح روز شنبه ساعت 9 صبح آقای عبدی رو انتقال دادن به زندان رجایی شهر. تو الان هم هیچ خبری از آقای عبدی نداریم. اسماعیل عبدی از هفته گذشته با محدودیت هایی که توی زندان براش درست کردن تصمیم به اعتصاب غذا گرفتش. یک هفته بود که ما اصلا هیچ خبری از آقای عبدی نداشتیم. بدون اطلاع قبلی آقای عبدی رو از بند 8 زندان اوین که بیشتر زندانیان سیاسی اونجا هستن به بند 6 انتقال دادن. بعد از چند روز تلفن ایشون رو قطع کردن. 4 روز آقای عبدی تو اعتصاب قضا بود. من افول انسانیت رو در امین‌آباد دیدم. یک دلیل قطع کردن تلفن آقای عبدی برگزاری مراسم ختم در زندان برای بهنام محجوبی بود. درویش گنابادی زندانی که 3 هفته پیش در پی مسمومیت دارویی درگذشت. دلیل دیگر این بوده که آقای عبدی راه ارتباط محمد نوریزاد با خانواده اش بود. زندانی سیاسی دیگر و منتقد رهبر ایران. همسر آقای نوریزاد به ما گفت که قطع تلفن او یکی از دلایلی است که آقای نوریزاد اخیراً خودزنی می‌کند. آقای نوریزاد در اعتراض به عدم توجه به هشدار پزشکان و قطع تلفن 6 ماهشون و فشارهای مختلف از جمله بازداشت پسر من که 6 ماه در زندان تهران بزرگ زندانیه و وعده بعیدهایی دادن که عملی نکردن و بی‌تفاوتی در برابر مشکلات ایشون که به ایشون گفتن شما با هر شرایطی حداقل باید تا انتخابات در زندان بمونید و سکوت کنید. همه این فشارها باعث شد که 13 اسفند ایشون اقدام به خودزنی کنه و از اون روز به بعد هر روز زخمی به خودش وارد کرده و آگاهانه هم به چنین کاری دست میزنه و گفته روز ملاقات که 2 شنبه این هفته باشه، یعنی الان فکر میکنم 25 در حقیقت، با صورت خونین به ملاقات خواهد اومد و اگر مخالفت کنند دست به اعتصاب قضا و دارو خواهد زد. تبعید تنها فشاری نیست که زندانی ها متحمل می شوند. شرایط نامناسب نگهداریشان زجر دیگری است که می کشند. نسرین ستوده، وکیل زندانی، در نامه‌ای به رئیس سازمان زندان ها گفته وضعیت زندان قرچک ورامین در شأن زنان ایران نیست و این زندان باید تعطیل شود. این زندان نه آب سالم دارد و نه هوای مناسب برای تنفس. فضاهای داخل زندان مخروبه و به حدی فشرده و تنگ با سقف‌های کوتاه و بدون پنجره و تهویه مناسب است که شرایطی غیر انسانی را ایجاد کرده. بوی نامطبوع زندان حتی برای پرسنل زندان نیز آزاردهنده است. فشاری دیگر ندادن مرخصی به زندانیان است. دوران حبس اسماعیل عبدی آذر ماه تمام شده بود و قاعدتاً باید آزاد می‌شد، اما همسرش می‌گوید پرونده قدیمی را دوباره به جریان انداختند. به خاطر پرونده مختومه که مربوط به سال 89 هستش و به ما بارها گفته شده بود که این پرونده مختومه شده، بسته شده. در 2 اردیبهشت 99 پرونده وارد سیستم قضایی شد و الان هم ایشونو به خاطر همین توی زندان نگه داشتن. اما غیر از زندانی ها کودکانشان هم تاوان میدهند. 3 تا بچه داریم، دختر کوچیکم 7 سالشه، پسرم 14 سالشه، دختر بزرگم هم 20 سالشه. بچه ها مدت ها هستش که پدرشون از نزدیک ندیدن. 1 سال میشه که آقای عبدی مرخصی نیامده. آی مسئولین که بر قدرت نشسته شاد و خندانید،
نان به سفره، جامتان برتن، خانه هاتان گرم، دلهاتان رام، فارغ از جنجال بیرونید. یک نفر در زندان می سپارد جان، یک نفر زخم بر دست و صورت می زند دائم روی دریای تیر. کودکان زندانیان سیاسی دلتنگ و همسرانشان نگران و بیقرارند. پرهام قبادی، بی بی سی. وزارت معارف افغانستان اعلام کرده که نامه رئیس معارف کابل برای ممنوع کردن آوازخوانی دانش آموزان دختر بالای 12 سال در حضور مردان بیانگر موضع رسمی این وزارتخانه نیست و موضوع را بررسی خواهد کرد. در این نامه اداره معارف کابل همچنین گفته بود که برای آموزش به دانش آموزان دختر فقط باید از مربی زن استفاده شود. انتشار تصویری از این نامه در شبکه‌های اجتماعی واکنش شدید مدافعان حقوق زنان را به دنبال داشت و آنها در اعتراض به این تصمیم از زنان خواستند تا ویدیوهای آواز خواندن خودشان را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند. دختر کنار پنجره تنها نشست و گفت ای دختر بهار حسد میبرم به تو. مونمیلی پیش پای ظلم گرد و آبرار، بهتره از زندگی در ظلم مرد و آبرار. مونمیلی پیش پای ظلم گرد و آبرار، بهتره از زندگی در ظلم مرد و آبرار. جوانه میزنم بروی زخم برتنم، فقط و حکم بودنم که من زنم زنم زنم. چو هم صدا شویم و پا و پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم. بنابر درخواست مکرر دانش آموزان و والدین گرامی مبنی بر این که در دوره متوسطه و لیسه حجم درس ها بسیار زیاد هست و دانش آموزان نمی توانند که در کنار فراگیری دروس خیش به برنامه های تشریفاتی و اجرای ترانه ها و سرود ها هم وقت بگذارند. بنام تصمیم بر همی است تا در اجرای ترانه ها و سرود ها از دختران و پسران که در دوره ابتدای مصروف آموزش و پرورش هستند کمک گرفته شوند. پونه پر از رنج سکوت وای دلم تنگه، گلهای باغچه پیش چشمم وای چه بی‌رنگه. خانم عظیمی خواننده از بازل سوئیس با ما هستند. خانم عظیمی هم از جمله کسانی بودند که با این حرکت اعتراضی همراه شدند. خانم عظیمی، ما در روزهای گذشته، در هفته‌های اخیر و حتی ماه‌های گذشته اتفاقات زیادی داشتیم که رخ داد و باعث اعتراض فعالان زن بود، ولی چرا این یکی تا این اندازه واکنش برانگیز شد؟ درود بر شما. به خاطر این واکنش برانگیز شد که مدتی در مقابل یک سری ترورها و اتفاقاتی که افتاد مردم سکوت کردند و مردم امروز به لطف رسانه، نه رسانه راسته که در خدمت حاکمیت است، به لطف رسانه چپ، مردم امروز آگاه هستند و متوجه این موضوع شدند که این ممنوعیت بسیار آگاهانه و سیستماتیک داره انجام میشه به خاطر این که زمینه را دوباره آماده کنند برای ورود طالبان. وزارت معارف به نظر میاد که عقب نشینی کرده. آیا این عقب نشینی معترضان رو راضی میکنه؟ به هیچ عنوان، چون هر دم از این باغ بر میرسد. مسئله ممنوعیت آواز زنان بی ربط به ترورهای اخیری که فعالان مدنی، بانوان کارمند افغانستان، دانشجویان شدن نیست. اینا همه با هم دیگر مربوط هست به خاطر اینکه میخوان، همطور که اشاره کردم، اینا میخوان که زمینه را برای ورود گروه تروریستی و افراطیون مذهبی آماده بکنن. یک عقب نشینی خیلی ساده. آخه چند وقت پیش هم اینا یک طرحی را مطرح کردن مبنی بر حذف کلاس های اول تا سوم دبستان، به اینکه دانش آموزان این کلاس اول و دوم و سوم دبستان را در مسجد بگذارانن، که باز با مخالفت مردم روبرو شد و خب عقب نشینی کردن. باز این طرح جدید رو اینا آوردن.
از اونجایی که خب با زندان‌های سیاسی و اینها وجود نداره، شخصیت‌های زن را که فعال هستند و حضور دارن در جامعه اینا ترور میکنن و خب به نتیجه هم که خودشان میخواهند رسیدن. مبنی تعداد زیادی از بانوان فعال جامعه، کسانی که در رسانه حضور داشتن، کارمند بودن، اینا استعفا دادن از شغل خود. اینها تلاش بر کمرنگ کردن حضور زن دارن در جامعه. دسته گیتارتون هم اون پشت پیداست، نمیدونم چقدر آمادگی دارید. این گیتار نیست، این باس هست. ببخشید، از دور اینطوری دیده میشد. در هر صورت بله. طالبان گویا آمدنی هستن، بخشی از قدرت رو در افغانستان خواهند گرفت یا اینکه نیروی تعیین کننده خواهند بود. شما بسیار نگران هستید، فکر میکنید که آمدن اونها صدای اون گروه از زنان معترض رو که این روزها اعتراض کردن خصوصا در داخل افغانستان خاموش بکنه؟ ببینید، چند مطلب کلیدی وجود داره در این مورد. از آنجایی که همکنون آمریکا در گفتگوهای به اصطلاح صلح در با طالبان بسیار نقش داره، این باعث شده که کسانی که در رأس قدرت هستند به شدت اینا ارتجاعی بشن و خود را در واقع به شکلی آماده بکنن که احتمال میدن که قدرت دوباره به دست طالبان یا گروه افراطیون مذهبی بیفته و اینها در واقع دارن خود را آماده میکنن که به حکومت بعدی، که اگر احتمالاً احتمال میدیم که کپی از حکومت جمهوری اسلامی ایران باشه و همون احتمال هم هست که ولایت فقیه مطرح بشه و کلن دخالت دین در سیاست باشه، احتمال اینها خیلی زیاد پیش میره. و اگر اینها بیاد، من فکر میکنم که تلاش بکنن، ولی بعید میدونم که اینا موفق بشن. بیش از دو دهه است که زنان بسیار زیادی در این زمینه فعالیت های خیلی زیادی داشتن. امروز رسانه و شکلی نیست که اینا بتونن به این سادگی زن رو خانه نشین بکنن و از جامعه حذف بکنن و نقشای سنتی خواسته باشن به خانم ها بدن. به ولایت فقیه اشاره کردید، البته گویا طالبان پیشنهادشون اینه و در اسناد صلح هم یا در پیشنهاد صلح هم اینطور مطرح شده که یک شورای فقهی تشکیل بشه که در اون طالبان و روحانیون اونها نقش عمده و برجسته داشته باشند. این فعالیت هایی که توسط فعالان حقوق زن در داخل افغانستان انجام میشه و در خارج از افغانستان هم چقدر مؤثر بوده؟ در مورد اخیر بله، وزارت معارف افغانستان عقب نشینی کرد، ولی در مواردی از این دست چقدر تأثیر داشته؟ میدونیم که زنان با فشارهای زیادی روبرو بودن و در سالهای اخیر بیشتر هم شده این فشارها. بله، فکر میکنید سوال شما این بود که چقدر میتونه تأثیر داشته باشه فعالیت این بانوان؟ بله همینطوره، 100% که تأثیر داشت، خواهد داشت. در غیر این صورت که اینا عقب نشینی نمی کردن و این قانون تصویب میشد و همینطور باز قانون جدید و قانون جدیدتر می آوردن، 100% که تأثیرگذار خواهد بود. و همچنین اگر مقابله نمی شد از طرف جامعه فعال، از طرف فعالان مدنی، مسلما همین امروز هم مدارس هم به همین شکل از کلاس اول تا سوم دانش آموزان به جای مدرسه به مسجد می رفتن. من یک چیزی رو متوجه نمیشم، وزیر آموزش و پرورش یک بهانه بسیار سخیف آورده بود که در واقع از نظر من توهین به شعور مردم هست، که گفته بود به خاطر ازدیاد حجم درس ها ما این قانون را آوردیم. بعد از مخالفت هنرمندان و فعالان مدنی اینها همچین توجیه خیلی سخیفی آورده بودن که اگر همچنین باشد چرا تبعیض جنسیتی قائل شدن؟ اگر حجم درس ها زیاد است برای پسرها هم زیاد است، چرا این ممنوعیت فقط برای دخترها هست؟ بله، شما به یا چرا ببخشید من حرف یا چرا به شکل به طور مثال من برای شما میگم، اگر حجم درس ها زیاد است، چرا مثلا تعلیمات دینی را که در تمام دنیا در مدارس استاندارد دنیا تعلیمات دینی و دروس مذهبی یک درس اختیاری هست که دانش آموزان بنا به علاقه که خانواده دارن یا خود دانش آموزان دارن انتخاب میکنن، چرا این را حذف نمیکنن؟ مستقیم میرن سراغ چیزی که مثل موسیقی. خانم عزیزی، شما با این کمپین، با این پویش همراهی کردید، مایل هستید که بخونید برای ما؟ با فعلا با ساز و اینا که من چیزی در دسترس ندارم، چون این سازی هم که هست باز هست، ولی من یک متن کوچیکی میتونم از
بانو نادیا انجمن عزیز بخوانم که خودش قربانی خشونت خانگی شد چندین سال پیش در اوایل خروج طالبان. بله بفرمایید. اگر موافق باشید. بله البته. اجرای بانو شهلا زولان بود و فکر میکنم که تنظیمم از آقای فرید زولان بود اگر اشتباه نکنم. بفرمایید. من نه آن بیده ضعیفم که بترسم یا بلرزم، دخت افغانم و برجاست که دائم به فقانم یاد آن روز گرامی که قفس را بشکافم سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم. این هم خاری باشه با چشم تمام کسانی که تلاش بر حفظ حضور زن دارن. خیلی ممنونم از شما که این آهنگ رو برای ما خوندید. کاش میتونستیم این رو با ساز هم بشنویم و در نهایت می بود من تایم داشتم حتما آماده میکردم که این کارو به شکل حرفه‌ای‌تر برای شما اجرا بکنم. بله بله. در نهایت من میخواستم این رو هم بپرسم که شما در خارج از افغانستان هستید، چقدر خودتون فرصت این رو داشتید در سالهای اخیر برید افغانستان و اونجا برنامه اجرا کنید، به خاطر اینکه به نظر میاد بسیاری نگران هستن که شرایط عوض بشه؟ ببینید در سالهای اخیر من آخرین رفت و آمد من قبل از این بود که من فعالیت خود در زمینه موسیقی به شکل حرفه‌ای در رسانه‌ها شروع بکنم. بعد از اون من رفت و آمد نداشتم به خاطر که نوع کارهایی که من داشتم ژانر که بود ژانر اعتراضی و به ساختار اجتماعی که در جامعه هست بود و تقریبا تابو شکنانه بود و خیلی برای من به لحاظ امنیتی به صلاح نبود که من سفر به افغانستان داشته باشم. شما اگر توجه هم داشته باشید کارهایی که من اجرا کردم از هیچ کدام از رسانه‌های راست افغانستان پخش نشد، به خاطر اینکه در هر صورت اینا یک همسویی دارن با افراطیون مذهبی و پخش نکردن متشکرم. و البته این فرصت بود که مردم به طور خودجوش خیلی بهتر از رسانه‌های راست این کارها رو پخش کردن. ممنونم از مشگان عظیمی خواننده از بازل سوئیس با ما. و ممنونم از شما که حوصله کردید برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و همینطور روی کانال ما در یوتیوب تماشا کنید.